کار ساخت شهرک رایشی دارای 220 واحد مسکونی در قریه سیاها به ولسوالی زندجان هرات از سوی یک نهاد خیریه تکمیل و برای آسیب دیدگان تحویل داده شد. به گفته مسئولان نهاد عزیزی به هزینه 200 میلیون افغانی در دو قریه سیاها و نایب رفه 300 خانه ساختند. از سوی هم مقام‌های اداره محلی هرات ساخت خانه‌ها از سوی نهادهای خیریه و تاجران برای متضررین ناشی از زمین لرزه را مسرت و خرسندی بزرگ عنوان می‌کنند. ساخت و تحویل بزرگترین شهرک رایشی برای آسیب دیدگان قریه سیاب ولسوالی زندجان هرات. این شهرک در کنار 220 بابخانه دارای مسجد، شبکه آب آشامیدنی و پارک تفریحی برای اطفال می باشد. مسئولان نهاد سازنده این شهرک از پیشرفت 95% کار ساخت 80 خانه در قریه نایب رفیع خبر داده و می گویند این دادرسانی آنان ادامه داشته و برای اشتغال زلزله زدگان باغهای میوه احداث خواهند کرد. جناب والی صاحب تقاضا میکنم که ما یک قسمت زمین اگر در اینجا با دیگه به ارتباطی همین خانه بتا که ما تقریبا باغ کلان برای اینا جور کنیم که در اونجا یک پارک باشه و در ماه حمل نالشانی کنیم و تقریبا یک 10,000-15,000-20,000 درخت میوه‌دار رو بشانیم که حداقل از مستمر از او اگر بعد 3-4 سال به ثمر میرسه و اما میوه زیر این فامیلا بفروشه و یک عاید دائمی هم داشته باشند. از سوی هم مقام های اداره محلی هرات میگویند در روزهای سخت و دشوار تاجران و سرمایه‌گذاران در کنار مردم آسیب دیده بودند و این امر باعث مسرت و خرسندی است. آنان در جریان تحویل دهی خانه ها خواستار تداوم کمک رسانی تاجران و نهادهای خیریه برای آسیب دیدگان زمین لرزه شدند. واقعیت ما را در مقابل کسایی که لاف همکاری می زدن، نمایش همکاری می کردن، من به سفیر ژاپن گفتم، به نماینده های سازمان ملل گفتم که شما بیاییم ما خیمه های شما را همه حساب می کنیم، آیا به اندازه یک افغان ما که در سیاب یا در نایب رفیع یا در کشکک یا در قریه ما سرمایه گذاری کرده، آیا تمام سازمان ملل شما به همراه تمام سر و صدا و هیاهوی شما که دونر است و که پول است و کشور است، آیا همه شما به اندازه یک افغان ما همکاری کردید؟ بیا با هم خیمه های شما را ما حساب میکنید، خیمه های شما چند میارزه و چقدر پول میارزه؟ با این حال با آمدن زمستان آب و هوای این مناطق سرد گردیده و زندگی در زیر خیمه را دشوار ساخته است. برخی از آسیب دیدگان زمین لرزه ضمن ابراز خرسندی از مسئولان میخواهند که برای آنان کلینیک و مکتب نیز ایجاد گردد. ما از این دلسوزی از این مهربانی تشکر میکنم، اما بازم از شما دلسوزی میگه سرفر نه چندان بلند کنید تا سرفه تمر که صاحب خانه را پشیمان کنید، انشاءالله شما پشیمان هم نمیشه. کلینیک هم این مردم نیاز دارن، مکتب هم این نیاز دارن، اگر بخش بعض بخش ها اگر میشن دیوال هم برای احاطه ای کار هم بکنه. قبلا که به خونه دیوال بود از ما یک متر و قبل پایهاش بود، بازم بدین و بخاری طاقت نمیشه تا خونک بود، ولی دیوال ها 30 سانتی ها بود این هم کنو تر خونک که تیز نفیلن طاقت نمیشه دیگه. اگر کار بکنه که اینا بیشتر خونه ها بخاری نداره، خیمه ها بخاری بیاره که به همه بخاری بده، کنده بیاره که مثلا داخل از خونه آتش بشه که تا همه خونه خوش بشه و تزنا طاقت بشه از واسه خونی که گفتنی است که بنابر آمار اداره هلال احمر افغانی در هرات بیش از 12,000 خانه بر اثر زمین لرزه آسیب دیده است. این در حالی است که هم اکنون کار ساخت بیش از 3,000 خانه در مناطق زلزله زده جریان داشته و آسیب دیدگان در انتظارند که هرچه سریعتر کار معمار خانه ها تکمیل گردد.